بهروز وثوقی در آمریکا بیکار بود و هر از چندی در فیلم‌های هالیوودی فقط چند ثانیه به عنوان سیاه لشکر کار می‌کرد. سیاوش اوستو با آگاهی از این امر با تهیه کنندگی نمایشنامه رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر و با همکاری گرفتن از 20 هنرمند برجسته چون اسفندیار منفردزاده و بانو ملک جهان خزایی و سودابه و سوسن فرخنیا و هومن، بهروز وثوقی را در سراسر اروپا و کانادا در شیک‌ترین و گران‌ترین سالن‌ها به روی صحنه آورد. برای این نمایشنامه با اینکه قریب 2 میلیون فرانک هزینه و زیان را متحمل شد، اما دستمزد کامل همه هنرمندان را بر اساس قرارداد کتبی که موجود است پرداخت کرد. قربان شما، ملکه عباسی، احوال شما چطوره؟ شما چطوره نیزم؟ ما هم بد نیستیم، در مملکت شما هستیم، اینجا داریم خودمون آماده میکنیم برای 25 یعنی چهارشنبه، برای رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر که اینجا اجرا خواهد شد و بعد از اجرای اینجا هم انشاءالله به کانادا میریم که اونجا اجرا خواهیم داشت. خیلی متشکرم و به اطلاعات برسونم که ما و خیلی و همه دوستدارانت خیلی شدیم که سالی که گذشت سال دیداری بود با تو در سراسر اروپا که شالا همونطور که گفتی خوب کانادا را آخرین ماه هست. قربونت برم. میدونی دیشب توی کانسرت خیلی ها میخواستن تو رو پیدات بکنم و سراغت بگیرم و دیر از دیر من اونجا بودم. آره خب کمتر دوستان پیدات میکردن، خصوصا شب کانسرت ابی هم که تو سالن بودی، تا من اونجا اعلام کردم که بهروز عزیزی ما در خدمتش هستیم یه ریختن میرون. من ممنونم ازت، خیلی ممنونم که این محبت به من داری، خیلی خیلی ممنونم. 25 مارس من ازت خواهش کردم که در میان مردم باشی بعد از پایان برنامه. حتما این دفعه این کار رو خواهم کرد که تو این خود شما هم خسته نباشی که این مهم و به هر حال به عهده گرفته بودی که در تمام این تور و در اجرای پاریس به خصوص در شب اول من صمیمانه از شما تشکر میکنم بابت اینکه به هر حال مسئولیت تهیه این مهم و به نظر من، چون واقعا به نظر من یک کار مهمی بود، به خصوص که یک کار کلاسیکیه که کمتر اتفاق افتاده و کمتر بوده تا حالا و خوشبختانه موفق بوده. این هم برای من هم برای شما فکر میکنم که افتخار بزرگیه. تو نصیبه زمانه منی اسفندیار، اما میدانم که میدانی که سایندگان و سازگان همه از رنج و فراش چون من است اگر این روزگارای گنج از رو بالا میشه. تو تنها تن و جاه خود میدینی و از نهان جهان بیخبری. هنرمند برجسته و جهانی شاهرخ مشکین قلم برای نخستین بار هنر و توان پرقدرت هنری خودش در جشن 13 بدر جنگل بولوین در سال 1988 نشان داد که از همان نخستین روز مورد تجلیل و تقدیر مردم قرار گرفت و امروز در جهان چون ستاره‌ای می درخشد و حتی در پی پیشنهاد سیاوش اوستو قرار بود تا ایشان نقش کوروش بزرگ ساخت الیور استون را در فیلم آمریکایی و پرخرج الکساندر بزرگ بازی کند. حالا اینقدر که خود شما گلین، ولی هر موقع من به پاریس میام یعنی فرانسه میرسم، اینقدر که لطف شما شامل حال من میشه که خدا میدونه. ولی خب خانواده هستن اینجا که من خیلی دوست دارم و همیشه از من دعوت میکنن که برای شما عزیزان برام مرسی،
برنامه بذارم. آقا خانواده آقای دکتر عباسی دست محکم بزنیم. این سارا خانم نازنین، این سارا خانم گل، واقعا با تشکر از سارای عزیزم از این زیباش، با تشکر از احسان عزیزم دست محکم بزنیم، با تشکر از علی آقای نا علی جان کجای گل کنم علی عزیزم، علی آقا بله بله علی جان بله، خانواده عباسی نازنین آدمایی هستن که به خدا امکان داره در یک صد میلیون یه دونه پیدا بشه، به خدا اینقدر خدا. علی جان مرسی عزیزم، دست محکم برای علی عزیز بزنیم. سارا جون عزیزم، احسان عزیزم و آقای دکتر عباسی دست محکم. بله رادیو واقعا رادیوی بسیار بسیار خوبی دارن و شهر فرهنگ.